سلام بر شما، به برنامه محک خوش آمدید. خالد خسرو هستم، میزبان شما در این برنامه. برنامه این هفته را به موضوع کشتار ادبمند هزارها در افغانستان اختصاص دادیم. هزارها در طول تاریخ افغانستان به عنوان یک قوم مورد تبعیض، سرکوب و عزف قرار گرفتند. دولت افغانستان در زمان امیر عبدالرحمن خان بخش زیادی از این قوم بزرگ را کشت و به کشورهای ایران و پاکستان تبعید کرد. در این دولت هزارها به عنوان برده خرید و فروش شدند. حاصل این نوع سیاست در دولت‌های مختلف تبعیض سیستماتیک علیه این قوم در دو سده گذشته بوده است. با یک حکومت جدید پس سال 2001 برای ارتقای جایگاه سیاسی و حقوقی هزارها گام‌های بلندی در افغانستان برداشته است، اما اکنون از تامین امنیت جان مردم هزاره ناتوان است و آنها در معرض کشتار هدفمند گروه‌های تروریستی مانند داعش قرار دارند. با اینکه طالبان میکشند خود را از این کشتار هدفمند مبرا جلوه‌دهند، ولی این گروه در سابقه سیاه خود کشتار وسیع هزارها و ازبک‌ها را در جریان تسخیر مزار شریف در سال 1377 دارد. گروه های تروریستی به طور مداوم عملات خونی را در غرب کابل برای می اندازند که منطقه عمدتاً هزاره نشین به حساب می آید. در همین اواخر یک مورد خیلی برجسته و تراژیک، عمله تروریستی بالای مکتب دخترانه سعید الشهدا در دشت بارچی بود که در آن دست کم 50 دانش آموز کشته و بیشتر 150 تن دیگر زخمی شد. همچنان جنگجویان طالب بارها مسافران هزاره را از موتر پایین کرده، گروگان گرفته یا آنها را به قتل رساندند. بدون شک علاوه بر هزارها، مردم عادی اقوام دیگر نیز در جریان منازعات و حملات تروریستی در افغانستان کشته میشوند، ولی کشتار هدفمند هزارها موضوع خاصی است، زیرا گروه های تروریستی بر اساس یک اعتقاد مذهبی و قومی و به صورت قصدی یک گروه قومی را هدف قرار میدهند. هزارها هم به طور عموم و هم به طور خاص از سوی گروه های مسلح مخالف دولت کشته میشوند. این موضوع باعث شده است که تعدادی از شهروندان افغانستان بحث نسل‌کشی هزارها را مطرح ساخته و خواهان جلوگیری از آنشان. اکنون سوال اینجاست که انگیزه ها و دلایل کشتار هدفمند هزارها کدام ها هستند؟ چرا هزارها به عنوان یک قوم مورد حمله گروه تروریستی مانند داعش و طالب قرار می گیرند؟ آیا کشتار این قوم از سوی حکومت انکار می شود؟ سیاست ها و میکانیزم های حفاظت از هزارها به طور خاص و مردم ملکی به طور عام کدام ها هستند؟ ما این سوالات را با مهمانان این هفته برنامه آقای عباس فراسو در میان میگذاریم. آقای فراسو پژوهشگر حوزه روابط بین الملل و در دانشگاه دیکن در استرالیا مصروف گذراندن دوره دکترای خود در این رشته هستند. آقای فراسو به برنامه محک خوش آمدید. من قبل از هر چیزی من میخوام این سوال از شما بپرسم که چرا هزارهای افغانستان به طور مشخص مورد عملات گروه افراطی مذهبی مانند داعش و یا طالبان قرار میگیرند؟ میشه دوباره دلایلش با ما بیشتر صحبت کنیم؟ تشکر از شما، سلام به شما و بیننده های محترم این برنامه. ببینید، سوال مشخص شما که چرا هزارها مشخص مورد هدف قرار میگیره، من پیش از اینکه به انگیزه این موضوع اشاره کنم، یک موضوع دیگر میخوایم اشاره کنم که چون روزهای گذشته بحث مفصلی در رسانه‌های اجتماعی افغانستان مطرح شده که کشتار هزارها نوعی از نوعی جرم مثل جنوساید یا نسل کشی هست و این بحث موافقین و مخالفین خود در بحث رسانه‌های اجتماعی افغانستان داشته. ما می‌خوایم این بحث یک مقدار از نظر مفهومی روشن بکنیم، بعد از او بیایم که چرا هزارها در این قالب بحث می‌گنجه یا چرا هزارها به شکل به صورت یک هویت گروهی مورد هدف است. بسیار خوبه، چون بحث جنوساید یک بحث نو است و این در این روزا سطح زیاد برانگیخته. خوب است که از بحث جنوساید شروع کنیم. بله، ببینید، در بعد جنگ جهانی دوم، چیزی که در جریان جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، کشتار هولناک یهودی ها توسط نازی ها در آلمان بود. خب در او زمان پیش از اینکه جنگ جهانی دوم آغاز شود، در حقوق بین الملل در بخش قوانین جنگی پدیده به نام جنایت علیه بشریت و نقض قوانین جنگی وجود داشت. منتها جرایم هولناکی که اتفاق افتاد به صورت مشخص سوال را که چرچل مطرح کرد این بود که ما با یک جرم مواجه هستیم که نام نداره. یعنی این جرم چیزی فراتر از جرایم علیه بشریت یا چیزی فراتر از مثلا کشتار جمعی هست. با چنین پرسشی که در اون مقطع مطرح بود، یک کانتکست مهم دیگر هم در نظر بگیریم که در واقع نشانه هایی که ما امروز بر جنوساید میشناسیم در اون زمان در مباحثی که در خصوص قتل یهودی ها مطرح بود تا حد مطرح بود. به عنوان مثال تعداد میگفتن که این نوع فشارها و آزار و اذیت یهودی ها نوعی در واقع آلمانی سازی یهودی ها هست، یا به شکل
تغییر هویت اجتماعی قومی یا مذهبی یهودی است. این بحث ها مطرح بود در او زمان و در چارچوب بحث های ناسیونالیسم در اروپا تا حد زیادی که ما به نام فاشیسم میشناسیم این بحث ها قابل درک بود و در گفتگوهای عمومی جریان داشت. منتها شخص حقوقدان لهستانی یهودی تبار به نام رافائل لمکن، رافائل لمکن با این سوالی که چرچل مطرح کرده بود به صورت واضح پاسخ داد و تحقیقات شروع کرد و نوشت که در واقع لمکن معتقد بود که نوع جرمی که صورت میگیره درست است که ابعاد کشتار هویتی را شامل میشه، ابعاد قتل های جمعی را شامل میشه، ابعاد جرم بر علیه بشریت را شامل میشه، ولی با وجود همه اینها یک پدیده جدید است. این پدیده جدید دو شاخصه مشخص از نظر لمکن داشت. یکی این که انگیزه نابودی کلی یا بخشی از یک هویت اجتماعی مشخص، یعنی که جرمه های بر علیه بشریت یا مثلا نقص قوانین جنگی در اون زمان ویژگی هویتی نداشتند. لمکن معتقد بود که مشخص است که ویژگی هویتی دارد و نکته مهم دیگه که لمکن اشاره میکرد در واقع در انگیزه ای که پشت سر این جنگ ها این نوع جرایم وجود داره، این انگیزه بسیار متفاوت از انگیزه است در جریان جنگ ها اتفاق میفته. به او خاطر لمکن باور داشت که یهودیان فارغ از اینکه به کدام ملیت تعلق دارن به خاطر یهود بودن خود کشته میشن. بله. و برای حف از اینا یک برنامه ریزی قبلی وجود داره. بله، لمکن معتقد بود که برنامه ریزی قبلی وجود داره و این برنامه ریزی معطوف به یک هویت اجتماعی خاص است، ولو که هویت اجتماعی در جنگ داخل باشد در جنگ داخل نباشد، یعنی ضرورتا ربطی به جنگ و ربطی به ماهیت و کانتکست مخاصمه و دشمنی ندارد. یک هدف مشخصی برای گروه هدف در برای حذف مطرح است. او از این زاویه میگفت که چون ایگاپ فرق میکنه. از اون به این طرف ما نوع جرایم بین المللی که داریم در واقع چهار نوع جرم داریم. یکی جرایم جنگی است که در جریان جنگ نقض قوانین جنگی اتفاق میفته و نقض قوانین بشر دوستانه اتفاق میفته که شهروندان کشته میشن در جریان جنگ. شهروندان عمدتا غیر نظامی ها کشته میشه در جنگ. این غیر نظامی ها کشته میشه، مراکز صحی هدف قرار میگیره، زیر ساخته ها عمدن از بین میره، اینا از جمله جرایم جنگی حساب میشه. نوع دوم جرم جنگی که جرم بر علیه بشریت است که بازم در کانتکست جنگ اتفاق میفته، در زمینه جنگ جاری که در این قوانین جنگ نقض میشه و قوانین بشر دوستانه نقض میشه و در عین زمان نوعی بد بودن جرایم ساده بگوییم به شکلی است که وجدان همه بشر را بتونه تکان بده، یعنی همه بشر را متاثر کنه. این نوع جرم بر علیه بشریت است. نوع سوم جرم است که از او به عنوان پاکسازی قومی یعنی جنایت علیه بشریت، به خاطر که روشن باشه در جریان جنایت بشریت نیروهای نظامی میتونن افراد ملکی مختلف مورد هدف قرار دادن یا افراد ملکی را به هدف سیاسی زیر فشار قرار دادن دولت بکشن یا ای که پروای جان از اونها نداشته باشن، مناطقشان رو بمباران کنن. ولی در جنایت علیه بشریت میتونه افراد مختلف کشته شود، اقوام بله، و بله، مختلف افراد، افراد مختلف کشته شده ولی عناصری در او شامل است، عناصری در جنوساید هم شامل است، مثلا به برده گرفتن، مثلا از بین بردن کودکا، غیر نظامی ها یا تغییر هویت کودکا، یعنی جرایم از بین بردن فرهنگشان، از بین بردن فرهنگ، یعنی بسیار گپای جدی که جنوساید شامل هست در او هم شامل است. نوع سوم جرمی که بسیار مهم است مطابق حقوق بین الملل جرم پاکسازی قومی است. پاکسازی قومی بیشتر معطوف به جغرافیا هست که گروه های قومی را از یک جغرافیا حذف میکنند، ممکن در جغرافیا دیگر انتقال بدن یا یک جغرافیا بیشتر مبنی بر پالیسی های دولت است که در جریان پاکسازی قومی جرم های مثل جنایت بر علیه بشریت، جرایم جنگی، اینا میتونه اتفاق بیفته و هر کدام از این جرایم ممکن در چارچوب در وضعیت صلح و در وضعیت جنگ اتفاق بیفته. حالا میشه دوباره جنوساید بگین که تفاوت در واقع بله در مورد من میاد او بحث در جنوساید که نوع چهارمی که بسیار مهم است در واقع جرم جنوساید است که در روی یک گروه مشخص هویتی به خاطر که متعلق به هویت خاص هست مورد هدف قرار میگیرد. یعنی به شکل نیست که یک جنگ جاری باشد و در این جنگ
نقص قوانین جنگی، نقص قوانین بشردوستانه اتفاق بیفته و غیر نظامی ها هلاک شوند، کشته شوند، نابود شوند، یا مثلا مورد آزار و اذیت بسیار وحشتناک قرار بگیرند. بلکه در جنوساید کسی گروهی به لحاظ به دلیل مشخص قومی، نژادی یا ملی یا زبانی صرفا به عنوانی که متعلق به هویت گروهی خاص هست یا قرار است که از بین بره یا قسمان از بین بره یا صدمات روانی جدی به اونها وارد شود یا به بردگی گرفته شود یا کودکان از یک گروه اجتماعی، کودکان از زنان شد به گروه اجتماعی دیگر منتقل شود، چون از نظر کسایی که مرتکب چنین جنایتی میشن در واقع با این هویت مشکل دارد. این هویت نباید باشد، یا کاملا اعضای از بین بره یا اعضای از وادار شود که از این هویت دست بکشه وارد هویت دیگر شود. و اتفاقا به لحاظ تاریخی اینها بیشتر در کانتکست های اتفاق افتاده، در شرایطی که کودک‌ها از یک گروه گرفته شدن و گروه دیگه برده شدن که تا از هویت قومی خود بخبر بمانند و از بین بروند. پس به این ترتیب نمیشه پس به این ترتیب میشه گفت که جنوساید، چون یک تصوره که یک سوء تفاهمی که جاش جنوساید یعنی نسل کشی از نظر مردمی نیست که یک تعداد از مردم به صورت وسیع کشته شوند، مثلا فرض کنید 100,000 نفر از ازبکا کشته شد، 5,000 پشتون ها، به این دلیل بیشتر بعد از اون فکر میکنن که یک جمع وسیع کشته شده در واقع بنا نسل کشی در برای از اونها قرار گرفته. اما آنچه که شما اشاره میکنین عنصر معنوی جرم است که یک پشتون به خاطر پشتون بودن خود به دست یک قوم دیگه کشته شه یا یک هزاره به خاطر هزاره بودن خود. ولی اگر مثلا یک پشتون بیایه یک پشتون یا یک ازبک بیایه یک ازبک دیگر به دلایل سیاسی یا مذهبی بکشه، این شامل جنوساید نمیشه. دقیق چیزی که شما میگن دقیق است، چون هویت اجتماعی و انگیزه ای که پشت سر جنایتی به نام جنوساید قرار داره انگیزه ای از بین بردن یک هویت اجتماعی خاص است. حالا چند نکته اینجا هم فرق میکنه. یک، ما میگیم که جنوسایدال اکشن یا عملی که جنوسایدی هست، نسل کشانه هست، این یک نکته هست، اقدام نسل کشانه. دوم دیگه گروهی که در معرض نسل کشی است. و نکته سوم این که نسل کشی اتفاق افتاده. این سه تا هم فرق میکنه. در خصوص مورد ازاره‌ها که شما صحبت کردین، دو عنصر واضح هست. عنصر اول این که اعمالی که اتفاق میفته به صورت تاریخی در مورد گروه قوی مشخص نسل کشانه بوده، یعنی ویژگی های این رو داشته. نکته دومی که مطابق اعلامیه اخیر کمیسیون حقوق بشر در واقع یک گروه قومی آسیب پذیر است که اگر که بی ثباتی در افغانستان اتفاق بیفته و جنگ های تمام عیار اتفاق بیفته در معرض نسل کشی میتونه قرار بگیره. نکته سومی که اتفاقاتی در روزها و ماها و سالهای اخیر اتفاق افتاده، آیا نسل کشی هست یا نیست، این برمیگرده به پروسه تثبیت نسل کشی، به تثبیت بررسی اسناد و دخالت ارگانهای مهم حقوقی بین المللی که تثبیت کنه که چنین چیز اتفاق افتاده یا نافتاده، که در موارد مختلف کیسای مختلف فرق میکنه. شما مثلا در جنگ جهانی دوم ببینید، دادگاه نورنبرگ بسیار معروف است در اون قسمت، حتی که کانسپت یا مفهوم به نام جنوساید تقریبا رسمیت یافته بود و کنسیون منع جلوگیری جنوساید یا نسل کشی وجود داشت، همون دادگاه هم تحت عنوان جنایت علیه بشریت دایر شد. بیشتر پسان در قصه رواندا بود برای اولین بار که از نظر حقوقی که تحت عنوان جرم تحت عنوان نسل کشی به بررسی قرار گرفت. اما به لحاظ تاریخی مسئله فرق میکنه. به لحاظ تاریخی چون بحث جنوساید نسل کشی یک بحثی است که تنها بحث حقوقی نیست، بحث تاریخی است، بحثای مسئله جامعه شناسانه است، بحثای روانشناسانه است. در بحث‌های تاریخی از کشتار ارامنه توسط ترکیه عثمانی به عنوان اولین جنوساید قرن 20 یاد میشه، یعنی در تاریخ همیشه وجود داشته. بس تاکید به این داره که در تحقیقات و در بررسی ها اینا بر اساس شواهد تاریخی و اسناد معتبر به عنوان جنوساید تثبیت میشوند یا نمیشوند. در این نکته هم یک بحث دیگه وجود داره، یک بحثی که تقریبا اختلاف نظر روی وجود داره که آیا در بررسی جنوساید و تثبیت جنوساید قصد جنوساید، چیزی که رافائل لمکن مطرح میکرد، آیا قصد جنوساید مورد اصلا پدیده مورد بررسی هست، پدیده مورد تحقیق هست یا نیست؟ به اون لحاظ عناصر دیگه ای که در تشکیل جنوساید نقش داره بررسی میشه، معمولا که از او به عنوان کانتکستوال المنتس میگه که او معمولا ابعاد هست،
تکرار است، سیستماتیک بودن است و سازمان یافته بودن است، که اگر این مسائل بررسی شود، در خصوص کسی مشخص هزاره ها تکرار وجود داره، سازماندهی وجود داره، کشور بدون سازماندهی امکان پذیر نیست و میشه مگنیتیود یا به اصطلاح ابعاد از او که میشه سوال است بررسی شود. ولی یک البته این به عنوان یک سوال است، به عنوان قضاوت نیست، من به عنوان یک سوال مطرح میکنم. جنگ های فرقه‌ای همیشه در جهان اسلام وجود داشته، مثلا شیعه همیشه در معرض کشتارهای فرقه‌ای قرار داشته و در تاریخ معاصر هم در پاکستان بارها شیعه مورد حمله قرار گرفتن، در عراق هم بارها مورد حمله قرار گرفتن، در سطح بسیار وسیع از بین رفتن. ولی هیچگاه بحث جنوساید در ارتباط با کشتارهای فرقه‌ای که یک گروه، نه یک سیستم و نه یک ایدئولوژی که قدرت در دست داره، دولت در دست داره و یک قلمرو در دست داره و یک قوم از بین میره، بلکه یک گروه در واقع جنایتکار و یک گروه تروریست، با استفاده از خلای امنیتی، با استفاده از ضعف دولت میان یک گروه دیگر هدف قرار میدن بنا به انگیزه های مذهبی. ما در جای نشیدم که این بحث به عنوان جنوساید مطرح کنم. فکر میکنیم که یک نقد وجود داره، البته تنها مربوط به افغانستان نیست، بلکه در بحث محققان مربوط به جنوساید مطرح میشه که استفاده سیاسی از جنوساید ولو با هدف نیک یک واقعیت است. مثلا سیک ها عمله دولت هند بالای یک معبد مقدس سیک ها که به دست یک گروه افراطی به دست آورده او رو به عنوان مثلا بارها علیه دولت هند به عنوان نسل کشی در واقع مطرح شده. اما یک ترسیس که در واقع پیش از اینکه ای ما در واقع از نسل کشی به عنوان یک ابزار سیاسی، به عنوان از اینکه بتونه وجدان جامعه رو تکان بدن، یا به عنوان از اینکه یک در واقع یک وضعیت عاجل خلق کنه تا اقدامات برای جلوگیری از او قرار بگیره، به عنوان از واژه نسل کشی استفاده میشه. اما آنچه که در عمل اتفاق میفته در واقع حملات یک گروه جنایتکار است برای یک بخش از جامعه که دولت از او ناتوان است. با توجه به این پیچیدگی فکر میکنین که ما میتونیم بحث جنوساید هزاره در افغانستان موضوعیت داره؟ سعی کنید، نکته که شما مطرح میکنید بسیار دقیق است، ولی در تمام بحث های جنوساید، بحث های حقوقی، بحث سیاسی وجود داره. موضوع سیاسی مطرح است. موضوع سیاسی در دو بخش مطرح است. اما موضوع سیاسی در بخش تأکید بر رسمیت شناسی جنوساید، اما موضوع سیاسی در بخش انکار جنوساید. شما در نظر داشته باشین که تاریخ بشر 4-5 تا جنوساید اتفاق نیفتاده. تاریخ بشر جنوسایدهای بسیار زیاد اتفاق افتاده، اما که شما به لیست نگاه کنین، یک تعداد بسیار انگشت شمار به عنوان جنوساید امروز از او بحث میشه. مثلا کشتار ارامنه، ارمنی ها در ترکیه امروز، هولوکاست، مثلا کمبودیا 1975 تا 1979 و رواندا در 1994، مثلا سربرنیکا قتل مسلمان ها در 1992 تا 1995 در بالکان، دارفور در سودان 2003، مثلا عراق و یزیدی ها در 2014 و میانمار در 2017. یک لیست میشه که اضافه کرد. این لیست نشان میده که در واقع ما با یک لیست محدود مواجه هستیم. این یک نکته است که دلیلش هم این است که در این جوامع هم سیاست ملی و هم سیاست های بین المللی در بسیار موارد آمادگی بر رسمیت شناسی جنوساید را نداشتن و عمدتا جنوساید ها زمان بر رسمیت شناخته شدن که یک توافق بین المللی کلان برای او وجود داشته. حتی شما در قصه مثلا کمبودیا و در قصه مثلا دارفور در بسیار موارد آمریکایی ها بسیار دیر حاضر شدن که از این صحبت کنند. چرا؟ به خاطر که مسئولیت بین المللی کلانی که ایجاد میکنن بر بسیار از بازیگران بین المللی دشوار است. این یک نکته. نکته دوم در بحث سیاسی شدن جنوساید، بحث‌های اروپایی و غیر اروپایی هم مطرح است. اصلا کانسپت جنوساید و بخش زیاد از حقوق بین الملل در واقع برخواسته از تحولات سیاسی اروپایی است. بسیار کشورهای اطراف در منطقه دیگه با این مفاهیم، با این ویژگی‌های حقوقی و اخلاقی یا نرسیدن یا آشنایی نداشتن یا به این مسیر نرفتن به دلایل سیاسی اجتماعی تاریخی مختلف، و در بعض موارد در برابر از این واکنش وجود داشتن. مثلا شما در افریقا نگاه کنید که در افریقا در برابر ICC اونا یک ACC ایجاد کردن، دادگاه بین المللی جرایم، دادگاه افریقایی بین المللی جرایم، که در واقع جرایمی مثل جنوساید، جرایم بر علیه بشریت در اون دادگاه بررسی کنن، چون تصورشان این بود که اروپایی‌ها از جنوساید جرایم به عنوان ابزارهای استعماری استفاده میکنن، بنابراین خودشان باید یک پلتفرم را داشته باشند.
این گفتگوها جریان داره. یا مثلا در قسمت شما که در میانمار قسمت مسلمان هایی که در اینجا مورد جنوسایت قرار گرفتن اشاره کنین، کشورهای اروپایی، کشورهای غربی معمولا برخورد جدی نکردن و یک بخش انتقادا روی ازیان یا نهاد مهم. ولی آنچه که در واقع موقعیت وجود داره، بله، آنچه که بحث حقوقی جنوساید در واقع پیچیده میکنه، اول ما قبل از هر چیزی باید روشن کنم که این سوالی که من مطرح میکنم به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن ستم و رنجی که بر هزارهای افغانستان وارد میشه نیست، که سوال من موجب سوء تفاهم نشه، بلکه بلاز حقوقی ببینیم که چقدر در واقع آنچه کشتار رسمی هزارها مطرح میشه چقدر میتونه شامل جنوساید باشه. در افغانستان در واقع یک گروهی که به صورت سیستماتیک یک گروهی که قدرت در دست داشته باشه و به صورت سیستماتیک هزارها را حذف کنه وجود نداره، و دوم لحاظ شمار و تعدادم به هیچ وجه قابل مقایسه با در این حال که کشته شدن یک نفر یا 50 یا 100 نفر بسیار تراژیک است، اما او ترشولدی که در رابطه به جنوساید مطرح میشه از هولوکاست گرفته که حدود 6 میلیون یهودی کشته شد، در قحطیه که استالین بر اوکراینیا تحمیل کرد 20 میلیون نفر کشته شد، در ارامنه در واقع بین 900 هزار 600 تا 1 میلیون نفر کشته شد، در سربنیتسا که در واقع پایین ترینش از 8 هزار نفر کشته شد. و در مقایسه با تمام این موارد مشابه ما دو چیز در واقع نمیبینیم، یکی که یک گروه حاکم باشه و کنترل داشته باشه برای یک جمعیت و او به صورت سیستماتیک یعنی که از یک برنامه بریزن در طول یک سال یا دو سال اینا رو از بین ببرن، و دومی که بلاز میزان تعداد طرفات در حد نیست که ما در واقع مقایسه کنیم با گروه چیز. آیا به این ترتیب میشه گفت که این اقدام مثلا گروه مثل داعش بیشتر اقدام برای نسل کشی است، ولی آنچه که منتقدین میگن به معنی این نیست که ما شاید یک نسل کشی هستیم؟ آیا شما با ببینید یک مقدار توضیح ما در این نکته یک مقدار توضیح ضرور است به نظر من. در تمام موارد نسل کشی که شما زیاد کردین و موارد که پیشتر ما یاد کردیم یک انتقاد مشترک وجود دارد. انتقاد مشترک این است که جامعه بین المللی و نهادهای که به عنوان نسل کشی رسمی شناختن و اقدام کردن بسیار دیر کردند. این زمان امکان داره که دارا اندام ادامه پیدا کنه از 100 نفر بله بسیار دیر کردن و مخاطب کنوانسیون 1948 اگر اشتباه نکنم که برای جلوگیری از نسل کشی است با کلمه جلوگیری آغاز میشه، یعنی اصل بر جلوگیری هست، چون اگر این موضوع مهم نباشد در واقع یک بار نسل کشی اتفاق افتاد، خب 10 میلیون نفر کشته شده یا 1 میلیون نفر کشته شده نسل کشی اتفاق افتاده، مکانیزما و فرصت های بود که او از او جلوگیری شود. این یک بخش. به اون لحاظ وقتی ابعاد جرمی مطرح میشه نکته که شما میگین درست است، ولی ناامنی روانی که برای گروه آسیب پذیر ایجاد میکنه بسیار بزرگ است. این تبعات اقتصادی، اجتماعی، روانی داره. شما اگر در مقایسه مهاجران داخل افغانستان تحقیق کنین و گزارش‌ها بارها نشان میدن با تناسب جمعیت گروه‌های قومی بیشترین مهاجر از آنها هستند به بیرون، و به دلیل فشارهای اقتصادی، به دلیل فشارهای روانی و تبعیض سیستماتیک وجود داره. این واقعیت اجتماعی ماست. این نباید یک بحث سیاسی، بسیار گپان سیاسی کنیم. ما در نقطه دوم سوال شما میرسم، بحث سیاسی. ببینید درست است که بحث‌های حقوقی مثل جنوساید بحث‌های سیاسی است، اما همه ما کوشش کنیم که بر بُعد سیاسی این بحث زیاد نپیچیم و اون زیاد سیاسی نکنیم. اگر سیاسی هست کوشش کنیم که سیاسی نشوه. یک بحث حقوقی است، یک بحث انسانی است و بستگی به سلامت اجتماعی و ثبات اجتماعی کل کشور افغانستان داره. این را تحت عنوان بحث‌های سیاست زدن نسازیم که بعد همگی آسیب پذیر است، هم خود هزارها آسیب پذیر است، هم گروه‌های اجتماعی دیگه افغانستان آسیب پذیر است. در تمام نسل کشی‌ها شما وقتی نگاه کنین یک کشتار گروه هدف است، حتی به عموم میزان گروه‌های دیگه در کنارش کشته میشن. چرا؟ منطقش است. منطقش است که مثلا نمونه بسیار برجسته‌ای در کمبودیا هست. وقتی گروه میخزه یا گروه اجتماعی دیگر هدف قرار میده، در داخل گروه های دیگر ممانعت وجود میاد، و به خاطر که ممانعت از بین بره، گروهی که به دنبال جنوساید نسل کشی هست این ممانعت ها را از بین میبره، به خاطر کشتار در گروه های بیرون از گروه هدف هم بسیار زیاد اتفاق میفته. مثلا در کمبودیا بالای 500 هزار نفر بیشتر از گروه هایی که هدف جنوساید نبودن کشته شدن. یا مثلا البته امکان از
کاملا امکان از هم هست که اگر مثلا دولت بخش های از کشور از اسمته و یک گروهی که قصد جنوساید داره از این فرصت استفاده کنه، مثل که داعش در عراق کرد، یک گروه را از بین ببره. با این حال یک سوال دیگه که من دارم ایست که چقدر عنصر مذهب در این موضوع نقش داره در واقع، چون میباشن یکی خود سابقه ایره نمیشه انکار کرد که در واقع جایگاه هزارهای افغانستان بعد از سال 2001 به شکل ملموس بهبود پیدا کرد، ولی همیشه در جامعه ما تبعیض علیه هزارها وجود داشته، ای که به عنوان یک قوم فرودست همیشه در نظر گرفته شده، تبعیض علیهشان در واقع صورت گرفته، ولی در این حال یک ضدیت مذهبی هم علیه هزارها به خاطر شیعه بودن وجود داره. فکر میکنین که آیا میشه تفکیک کرد بین ای در واقع خصومت های قومی مذهبی با هزارها و تفکر جنوسایدی که گروه های مثل داعش و طالبان هم در موقعیت در واقع به متوسل شدن؟ آیا میشه بین این یک تفکیک قائل شد یا اینا ملغمه اینها ملغمه از هم هستن؟ خب ببینید شما در تمام جنوساید ها عمدتا دولت دخیل بوده و مخاطب جانبین، ولی دولت هم که باید تاکید کرده که باید دولت مسئول باشد و در 2005 R2P به می خاطر تصویب شد. ولی در موارد جدید مثلا کشتار یزیدی ها در عراق، گروه غیر دولتی مثل داعش داخل بود، چیزی که صحبت شما بسیار بسیار دقیق اشاره شد، گروه غیر دولتی. در افغانستان هم نگرانی وجود داره که اگر بخش از جوهر دولت از دست بده، دولت سقوط کنه، آنچه که ما از در معرض بودن نسل کشی صحبت میکنیم بسیار کامل اتفاق نیافته. این یک نکته هست. ولی در خصوص مشخص از هزاره ها هم مسئله قومی دخیل است، هم مسئله مذهبی. ببینید به صورت تاریخی وقتی ما نگاه کنیم، جدا از اینکه انگیزه ها چی بوده، شما اگر بسیار دور نرویم در قسمت حمله طالبان در مزار شریف، مشخصا از هویت مذهبی هزاره و قومی هزاره صحبت شد. در آخرین صحبتی که عبدالمنان نیازی انتشار داد و به رسانه ها آمد، در واقع هویت مذهبی و قومی استفاده شد. یعنی بنای گروه مشخص قومی مذهبی از نظر زمانی که بخاطر که مخاطبان ما رو تصور روشن داشته باشن، شما درباره تسخیر مزار شریف در سال 1377 صحبت میکنین که طالبان مزار شریف تسخیر کردن در سال 1377 زمانی که رژیم در دستشان بود و در واقع در اون زمان وارد شهر شدن و شهروندان عادی هزاره و شهروندان عادی ازبک در کوچه و بازار پیدا میکردن و میکشتن و به این ترتیب میخواستن انتقام خود در واقع از نیروهای جنگی هزاره مثل زوادت بگیرن. دقیق شما در قصه مزار شریف یک نکته هم اضافه کنیم که احمد رشید جورنالیست مطرح پاکستانی از کشتار مزار به عنوان جنوسایدل کشتار یاد میکنه، چیزی جنوسایدل میگه احمد رشید، چون هزارها و ازبکا هم دادن عدف. بله بله، ببینید در مزار و تمام جنگ هایی که اتفاق افتاد، چی پیش از طالبا چی پس از طالبا، جرم های وجود داشت، این چه نبود که همه چیز فضای صلح‌آمیز نباشه. چیزی که متفاوت کرد حمله طالبا را بر علیه هزارها و ازبکایی که به عنوان گروه قومی و مذهبی مشخص حمله کردن و هدف قرار دادن و اعلان کردن، یعنی که شما چی اتفاق میفته در جنوساید ها و در جرایم جنگی و خصوصا جنوساید ها، چیزی که اتفاق میفته پروسه پیش از جنوساید است. پروسه پیش از جنوساید اولین مکانیزم اجتماعی اتفاق میفته، نه مکانیزم سیاسی. مکانیزم اجتماعی است که شما یک گروه را به گروه ما و دیگران تقسیم میکنید، بعدا بر بنیاد از این پروسه سیاسی آغاز میشه که گروهی که به دیگران تقسیم میشن، اینا سمبولایز میشن به نام گروهی بد، آسیب پذیر، گروهی ناخواسته، گروهی به نام تهدید. و وقتی چنین سمبولایز شد، در واقع کلشه های اجتماعی، جوک های اجتماعی اینا شکل میگیره. پس از اون مرحله دیهیومنایزیشن است، یعنی انسان زدایی میشه از اونا، به نام گروهایی که حیولا سازی در واقع خیریت سازی اینا صورت میگیره. پس از اون سازماندهی میشه و کشتار اینا توجیه میشه. چلی پروسه مهم است. وقتی مرحله اعلان میرسه که این گروه باید کشته شود از بین بره، در واقع شما دعوت میکنید که تعداد افراد بیشتری در کشتار اینا مشارکت کنند، فضا برای مشارکت کشتار گسترده. ولی در حال حاضر این مراحل در واقع جنوساید در واقع ما فعلا نداریم، درست است؟ یعنی مثلا ببینید صحبت های یک از اساس ترین مکانیزم برای همه مراحل
از یک به نام از به انگلیسی به نام هیت سپیچ یا صحبت نفرت تنفر افکنانه یاد تنفر هم تنفر انگیز یاد میشن. در میان گروه هایی که هزارها را هدف قرار میتن، چی به سطح گسترده چی به سطح غیر گسترده، صحبت های نفرت انگیز اینا وجود دارد، هم در میان داعشی ها هم در میان بخش های گروه طالبان. اما گروه طالبان به خاطر اهداف سیاسی و آشنایی بیشتر و کانتکست اجتماعی افغانستان در بسیار موارد ایر پنهان میکنند، اما در جلساتشان در مذاکراتشان در قطر ما دیدیم که حاضر نبودند که از هویت مذهبی اینا در متفقات و در قانون اساسی آینده به رسمیت شناخته شود. این نشان میده که امو عنصر مهمی که پیشتر شما اشاره کردین، عنصر مهمی که در جنوساید و در تبعیض در همهشان مشترک است، عنصر انکار است که با اولین ویژگی هایی که اتفاق میفته، اولین گامی که اتفاق میفته، این که هویت قومی، هویت مذهبی، حقوق شهروندی یک گروه مشخص انکار میشه. این سوال میخواستم از شما بپرسم، آنچه که ما در بحث های شمایی و در نوع موضوعگیری دولت دیدم است که اصولا بحث کشتار هدفمند هزارها را حکومت نمیخواهد برجسته بسازه، و از طرف دیگه در جامعه خصوصا این تصور ایجاد میشه که اگر بحث کشتار هدفمند هزارها را ما مطرح کنیم، در واقع ما کشتار دیگه مردم نادیده میگیریم، و از طرف دیگه هزارها که کمتر از بیشتر از پشتون‌ها بیشتر از تاجیکا کشته نمیشن، یا یعنی و و و یه عمل توریستی نه تنها متوجه هزارها است که بلکه متوجه دیگر هم هست. در اینجا عنصر انکار و در واقع عدم برجسته ساختن ازی هم در سطح دولت و هم در سطح جامعه دست کم در بین بخشای از جامعه دیده میشه. بشه دوباره این انکار رو در واقع مسئولیت نگرفتن هم به ما در باش صحبت کنیم. دو نکته این چه مهم است. نکته اول ای که در بحث انکار آنچه مشخص میشه، بر بخش زیاد از هموطنهای ما یک شفافیت وجود نداره که میان این کشترها چه تفاوت است. واقعیتی است که همه ما باید اعتراف کنیم و در او قسمت اگر امکان چه باشد با هر هموطن دیگه همکاری صورت بگیره، و ای که جنایت های جنگی گسترده در مناطق پشتون اتفاق افتاده و پشتون ها قربانی بزرگ جنگی، نه تنها جنگ 20 سال که در جنگ 40 سالی افغانستان بودن و کشتارهای زیادی و مناطقشان بیشتر از هر جای دیگه ویران شدن، مناطقشان ویران شدن و آسیب پذیر شدن، از نظر فرهنگی آسیب پذیر شدن، از نظر سیاسی بسیار آسیب پذیر شدن، یک واقعیت است. اما وقت ما از جنوساید یا قتلای هزارها صحبت میکنیم، به معنای انکار جرایم جنگی در مناطق پشتون نشین و قربانیای که از قومای پشتون ما گرفته، به اون معنا نیست. ولی انتقاد در واقع روشنفکران و فعالین مدنی پشتون هم شما قبول دارین که در گفتمان سیاسی غیر پشتون ها در واقع رنج و قربانی و تلفاتی که پشتون‌ها در طول 40 سال گذشته باشه در زمان بعد از در واقع در جنگ های 20 سال گذشته، تلفاتی که پشتون‌ها متحمل شدن در واقع کسی به رسمیت نمی‌شناسه، و حتی این رنج زیر نام نسبت دادن پشتون‌ها با طالبان نایده گرفته میشه. من دست کم با این انتقاد موافق هستم. یک بخش زیادش این کار نبوده، ولی پرداختن مشخص استماتیک به وجود صورت نگرفته. یعنی چنین نبوده که کسی این کار کرده باشد که در منطق پشتون نشین جنایت جنگی یا همچین اتفاقات رخ نداده، یک کسی این کار نکرده. منتها چند موضوع در نظر بگیرین که یک بخشی که پرداختن مشخص به او نشده، بازم یک بخش دولت است که دولت باید به او سیستماتیک به او میپرداخت و مطرح میکرد. شما اگر در نظر داشته باشین، قرار بود که ICC بیایی موضوع تحقیق کنه، و به اتفاقا بیشترین حمایت که از آمدن هیئت ICC و اقدام ICC صورت گرفت در میان روشنفکران غیر پشتون بود، و مقامات دولتی ما هنوز با او موافقت نشان نمیتن، مگه ما تحقیق میکنیم. درست است؟ یعنی یک بخش چرا فکر میکنین که حکومت موافق نیست و چرا حکومت شاید بترسه؟ حکومت شاید بترسه، شاید بخواد که مسئولیت سنگین زیاد رویشان میفته و هر دلیلی، ولی یک چیزی واقعی است که همه ما بر کل افغانستان مهم است، جدا از مسئله دولت. یکی در قسمت جرایم جنگی که در مناطق خصوصا پشتونشین اتفاق افتاده، همگی باید صحبت بکنن. ولی چیزی که من میخوام اینجا تاکید کنم که
ما او بحث را هیچ کدام ما چی پشتون هستیم چی نیستیم را سیاسی نکنیم، بس بشر دوستانه و قومی بکنیم، چون در اونج اتفاق که من متوجه شدم در فضای اجتماعی ای است که یک تعداد مثلا حملات دولت بر علیه غیر نظامی ها را برجسته میکنن اما طالبان را نمیکنن، یک بخش دیگر طالبان را برجسته میکنن دولت خارجی ها را نمیکنن. ما صرف نظر از اینکه دولت مسئول است، طالب ها مسئول است، خارجی ها مسئول است، اصولا اصل نقص حقوق بشر باید اونجا برجسته بکنه. فکر نمی کنید که یک مشکل دیگه هم که من می بینیم ایست که من وقت بحث جنوساید مطرح شد سوی تفاهم های بسیار زیاد در رابطه به جنوساید موجود بود و یک بیتمادی عجیب وجود داشت. مثلا کسایی که می گفتن جنوساید وجود نداره و یک بسیار یک کشتار عملات روسی است اونا را به عنوان فاشیست یا ضد حضارت خطاب میکردن، یا اونایی که در واقع عنصر جنوسایدی رو در رفتار در عملات روسی نادیده میگرفتن در واقع نمیدانستن که فکر میکردن که جنوساید یعنی که یک مثلا 1 میلیون نفر یا 3 میلیون نفر در از یک قوم کشته شده. برداشت من این بود که ما یک دو چیز ما در واقع نمیبینیم، یکی که فقدان آگاهی ما در واقع در رابطه با این مباحث میبینیم و فقدان دیالوگ که در واقع عنصر بی‌اعتمادی و سویزن در او کاملا برجسته است. آیایی که اگر مثلا بحث مطرح میکردن که شاید اگر ما بحث جنوساید مطرح کنیم این پیامدهاش متعلق در واقع پیامدهای منفیش متوجه یک قوم میشه، یا بعضی کسا میخوان از این گروه استفاده کنن دولت زیر فشار قرار بدن، یا ای که حتی میگفتن که هزارها به دنبال پناهندگی هستن، تقویت کسای پناهندگی خود در اروپا هستن. این بحثار براحتی میشه دید که چقدر عنصر بی‌اعتمادی و عنصر عدم آگاهی نسبت به این مفاهیم وجود داره. فکر میکنین که اگر ما بتونیم یک دیالوگ مدنی در رابطه با جنایات جنگی، در رابطه با دلایلش و همچنان مسائل دیگر داشته باشیم، فکر میکنین میتونیم رنج قربانیان بخش های مختلف جامعه را برجسته کنیم و همچنان یک دیالوگ روشن در این قسمت داشته باشیم؟ بله کاملا ضرور است که ما یک چیزی که بسیار مهم است آگاهی است، که ما پیشتر تاکید کردیم که جدا بخش سیاسی بخش آگاهی بسیار مهم است. جدا از اینکه در مناطق مختلف افغانستان جرایم جنگی اتفاق میفته، مسئله جنوساید یک مسئله بسیار مشخص است و با بک‌گراند تاریخی که هزارها در افغانستان داره ما بدون از این مسئله قومی، بدون مسائل سیاسی باید بحث کنیم. چون در بحث جرایم که هست دو نکته مهم است. گروهی یا فردی که جرم مرتکب میشه همیشه به عنوان فرد محاکمه میشه، به عنوان فرد مطرح میشه. جرم فرد، مجرم فرد است. این به این معنی نیست که چون یک فرد متعلق به تاجیک است یا هزاره است یا ازبک است کل گروه قومی مجرم قلمداد شود. ولی در سوی دیگر قربانی زمانی که هویت جمعی و گروهی پیدا میکنه که از آدرس هویتی خود مورد هدف قرار بگیره، در این مورد است که جنوساید میشه صحبت شود. بک‌گراند تاریخی هم وقتی بک‌گراند تاریخی یا پس منظر تاریخی جرایم صحبت میشه و مثلا آسیب پذیری هزارها، در واقع پیش از اینکه کسی متهم باشد بیشتر آسیب پذیری گروه مطرح میشه. به او خاطر اینا نکاتی است که هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ سیاسی باید روی این موضوعات صحبت شوه، آگاهی اجتماعی بالا بره، به خاطر از اینکه در آخر روز تنها گروهی که هدف قرار میگیره قربانی نیست، کل جامعه قربانی است. اگر دولت اگر این نکته رو من میخوام در رابطه با پردازین که آیا فکر میکنین که اگر دولت سر بحث کشتار هدفمند هزارها رو به عنوان یک بحث جدی مطرح کنه و او رو به مردم تلاش کنه تفهیم کنه، فکر میکنین بلاز سیاسی برش پیامد منفی داره یا بلاز حقوقی این موضوع بیست؟ چون بخاطر که همه میپرسند که چرا در واقع دولتی موضوع رو نادیده میگیره، آیا فکر میکنید که بر دولت عملات توریستی که در غرب کابل اتفاق میفته فرق نداره با عملات توریستی که در خیرخانه یا در هلمند یا لوگر قرار میگیره؟ مثلا مکتب سید شهدام در واقع مورد حمله توریستی قرار گرفت و دانشجویی که برای کنکور در ولایت لوگر امتحان میداد اونا مورد هدف قرار گرفتن. از این مزرفه که نمی کنیم که یک مقدار واکنش دولت یا موزیگیری دولت قابل درک است؟ بله یک مقدار موزیگیری دولت قابل درک است.
چون دولت در موقف قرار داره که ببینید یک نوعی در بحث جنوساید در بحث جرایم همیشه مشکل وجود داره، حتی بر بحث زیاد هزاره ها را که شما متوجه شده باشین هم به این بحث واضح نمی پردازن، یک باریکی وجود داره هم بر دولت هم بر همگی. خب هویت کردن مسائل کار سختی است، بسیار آدم ها خود را راحت احساس نمی کنه و بخصوص که دولت به عنوان نهادی ملی میترسه که با مطرح کردن بس به این صورت ممکن که به تقسیم بندی اجتماعی افغانستان بیشتر کمک کنه. این نگرانی سیاسی دولت یک مقدارش نگرانی اجتماعی است، قابل درک است. یک مقدارش نگرانی حقوقی است که دولت نگرانی حقوقی نداره. در قوانین جزای افغانستان در کد جزا نسل کشی بر رسمیت شناخته شده، در مورد از قانون وجود دارد، ماده 333 و ماده 334 در کد جزای افغانستان بر رسمیت شناخته شده، ولی حال به لحاظ حقوقی هم مشکلی وجود نداره. مشکل سیاسی است. مشکل سیاسی به این معنی که دولت اول یک مسئولیت بسیار بزرگ بر دوش دولت میفته که مسئولیت مشخص داره حفاظت از گروه آسیب پذیر است. مسئله دومی که در این باستا بازی در بین جای در متن جامعه افغانستان چگونه اتفاق میفته. یک نکته دیگر هم اضافه کردم در صحبت شما که شما از حملات تروریستی صحبت کردین، هر حمله تروریستی است. ببینید کلمه تروریسم، کلمه تروریستی کلمه سیاسی است، کلمه حقوقی نیست. امریکا هم در افغانستان که آمد تحت نام مبارزه با تروریسم آمد، چرا تحت نام مبارزه با جنگ نامد؟ به خاطر که اگر جنگ اعلان میکرد تحت مبارزه با جنگ مطابق قوانین جنگی اینا می آمد، الزامات های حقوقی بسیار بیشتری بر امریکا اعمال میکرد و از او خاطر امریکا هیچ موقعی حاضر نشد تحت عنوان از او زاویه وارد جنگ شود. و حملات هم تحت عنوان حملات تروریستی صورت میگیره، اینا بارهای حقوقی محکم و اینا ندارند. به اول حال وقتی جنگ صورت میگیره و نقض حقوق بشر صورت میگیره، چارچوب ها و اصطلاحات و زبان و لنگویج حقوقی مشخص وجود دارد. میتونه شما هر حمله تروریستی بگویید. وقتی هر حمله تروریستی میگویید به این معناست که در واقع ویژگی های جرمی حمله پنهان میشه. در کلیت تروریسم تروریست بودن از زاویه دید کسایی که تروریست میخوانه جرم است، از زاویه دید کسایی که کار تروریستی اجرا میکنه کار خوب است. ولی مهم است که این بحث سیاسی است. از این بحث که فکر میکنین که باید دولت واقعیت این واقعیت به رسمیت بپذیره که هزارها به عنوان یک قوم در معرض تعدید هستن و باید بیشتر در این موقع در این مورد افسد بخرج بده؟ به نظر ما به عنوان دولت مسئول بله، چون هزارها یک بخش مهم شهروند افغانستان، یک بخش مهم بزرگ شهروندهای افغانستان است و جداست کل از این مسائل دولت مسئولیت داره که شهروندهای خود حفاظت کنه. هر شهروند افغانستان مورد هر نوع تهدیدی قرار داره، از به گونه یک تهدید وجود داره، به متناسب با تهدید برخورد کنه. اگر که گروه قومی در معرض جنوساید قرار داره، از او حمایت کنه و اذعان کنه و در جامعه تلاش کنه که آگاهی ایجاد کنه در اون مورد. شما اگر در صحبت های مقامات دولت افغانستان متوجه شده باشید، غیر مستقیم گفتن که حملات بر هزاره ها برای یک سیاستی است که میخواد جامعه افغانستان را متفرق کنه بر خطوط قومی، یعنی غیر مستقیم از آن میکنن که یک گروه تحت عنوان هویت قومیشان را هدف قرار میگیرن، یعنی از آن غیر مستقیم هست. اما برای ازی مکانیزم آگاهی اجتماعی و مکانیزم حفاظت امنیتی واضح وجود نداره. اگر در واقع اگر رسما یک گروه قومی را به عنوان گروه در معرض آسیب قرار بده، بلاز حقوقی و قانونی چی داخل و چی در سطح بمدل حکومت در اون صورت موظف است که یک سلسله مکانیزم‌های بیشتری را مد نظر بگیره، تدابیر بیشتری را در نظر بگیره که در واقع متفاوت‌تر و یا با اساسیت بیشتر در واقع صورت میگیره. آیا فکر میکنین که برای حفاظت از جان هزارهای افغانستان فکر میکنین نیاز به مکانیزم‌ها و تدابیر بیشتر است؟ و اگر هست به نظر شما این مکانیزم‌ها و تدابیر چیه؟ ما به نظرم دولت اگر که مکانیزم های بیشتر را در نظر بگیره و به رسمیت بشناسه که نه اینی که به رسمیت بشناسه که اتفاقاتی که افتاده الزاماً جنوساید بوده، به این معنا که یک گروه قومی مشخص در معرض جنوساید به لحاظ سابقه تاریخی و اتفاقاتی در عراق اتفاق افتاد در معرض جنوساید قرار داره و حملات هم حملات جنوسایدال هست، به این لحاظ دولت ما فکر می‌کنم در موقف بهتر بین‌المللی به داخل قرار می‌گیره. در موقف داخل دولت موضع شفاف و واضح پیدا میکنه. وقتی دولت موضع شفاف و واضح پیدا کرد، بحث‌های سودمند و سالم در جامعه ایجاد میشه، چون دولت مهمترین نهاد ملی است. در از لحاظ بین‌المللی دولت در موقف بهتر قرار میگیره که از جامعه بین‌المللی میتونه خواستار کمک شود.
چون مطابق نرم حقوقی R2P یا مسئولیت برای حفاظت، اگر شرط اول است که از دولت های ملی در حفاظت شهروندانشان کمک شود. دولت افغانستان در وضعیت یک جنگ تمام عیار قرار دارد که مطابق دولت افغانستان این جنگ از بیرون تحمیل می شود و یک جنگ نیابتی است. اگر دولت افغانستان ویژگی های این جنگ را با ابعاد جنوساید تعریف بکنه، در این صورت کشورهایی که از این گروه ها حمایت میکنن اونا در موقف بد قرار میدن و میتونه حمایت بیشتر بین المللی به دست بیاره و در جامعه بین المللی هم به عنوان یک کشوری که ملتش و دولتش و مردمش قربانی هست، از جامعه بین المللی بخواهد که در مورد افغانستان مسئولانه تر برخورد کنه، یعنی برخورد ها و تصمیمات مسئولانه تر بیشتر داشته باشد. برعکس بسیار کسای دیگه، من فکر میکنم که برخورد مسئولانه و شفاف دولت در این مورد افغانستان در موقفی بیشتر قرار میده. افغانستان نباید در یک تاریکی، در یک گودال با چراغ خاموش بره. چراغ ما باید روشن باشه، با آگاهانه بره. سو تشکر. البته به معنای ازیام است که وقتی که چنین مسئولیتی را بگیره باید به مو صورت اساس همون کنونسیون آرتو گفتیم آرتوپی ریسپانسیبیلیتی تو پروتکت، مسئولیت حفاظت، باز در صورت باید در واقع اقدامات عملی انجام بده و گزارش هم بده. فکر میکنم اقدامات عملی را فعلا به حد تلاش میکنه روی دست بگیره. مثلا شما در خبرها دیده باشین طرح امنیتی غرب کابل، اینا جمله حملات از چیزای عملی هست، یعنی یک سری حرفای عملی در جریان هست، وجود داره. اما وقت در مسئله از آن و تعریف موضوع پیش میاد، دولت یک مقدار اعتماد به نفس نداره، نگرانی های بجا و بیجا همه سبب شد دولت در موقف مبهم قرار بده، موقف شد. و در داخل دولت هم ممکن که بعض حلقات و بعض عناصر مخالف از این موضوع باشد و یا آگاهی تاریخی و حقوقی لازم در این مورد وجود نداشته باشد. ولی من بیشتر تاکید کردم که به نظر من اگر دولت واضح تر صحبت کنه، در مجامع بین‌المللی هم و در داخل هم موقف مسئولانه تر و بهتر میتونه داشته باشد. بهتر از این صحبت تا نمیتونست در واقع نتیجه گیری بحث ما باشه و من بسیار تشکر میکنم از شما آقای فراسو که در این بحث شرکت کردین و مفاهیم و مباحث بسیار زیاد را توضیح دادین. امیدوارم بار دیگه شما را در بحث های بیشتر خود داشته باشیم و به این ترتیب ما به پایان بحث امروز خود رسیدیم و بار دیگر از آقای عباس فراسو، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه دکن، تشکری میکنیم که در این بحث ما شرکت کردن. تشکر از شما و تشکر از رادیو نوروز و بیننده های محترم شما.